سرعتی کارهای آبادانی و سازندگی و نتیجه آن را در کوچه و خیابان و گلگشت و چمنستانهای پایتخت میتوان همه روزه مشاهده نمود. زیرا سیمای پایتخت تدریجا تغییر یافته، پایتخت به یک شهر آزاده و شکوفان تبدیل یافته است. این روند مسئولین دانشگاه و دانشکده های در پایتخت بوده را نیز به طرف نگذاشته است. همین است که مسئولین مؤسسه های عالی تعلیمی در پایتخت بوده با پیگیری از تصمیم های آبادکاری و سازندگی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پیوسته حشر و تدبیرهای اکولوژی تشکیل نموده، بهر سرسبز و زیبایی صحن اطراف دانشگاه خود تدبیرهای مساعدت کننده را عملی نمودند. در این زمینه از جانب مسئولین دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا نیز برای وسعت بخشیدن کارهای آبادانی، سبز و خرمگردانی گلگشها، شنانیدن گل و درختان آرایشی و همیشه سبز تدبیرهای ضروری عملی گردیده است. هیئت آموزگاران دانشجویان دانشگاه امروز تدبیرهای تازه‌کاری را در نزد دانشگاه آغاز نموده، آن را در دیگر گوشه و کنار شهر ادامه دادند. مورد ذکر است که به مناسبت روز بین‌المللی محیط زیست در شهر چرابینی‌های گوناگون آبادانی تشکیل شد و مسئولین دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا نیز در 4 موضع شهر به شهر برآمده، سهم خود را در بهسازی محیط اطراف گذاشتند. گفته می‌شود که در برابر ساختار و مقامات مربوطه باید نمایندگان دیگر کسب و کار نیز روزهای استراحتی به شهر برآمده برای تازگی محیط زیست خود سهمی فعال گذارند. در گذشته نیز آموزگاران و دانشجویان و کارمندان بخش خواجگی‌داری این مؤسسه عالی تعلیمی در چنین تدبیرها اشتراک داشتند.